تو تازه ترین فیلم آندرو وایدا، کارگردان لهستانی برنده اسکار در بخش خارج از رقابت‌های جشنواره ونیز به نمایش درآمد. فیلمی درباره لخوالسا که از رهبری اعتصابات محلی کارگران کشتی‌سازی بندر گدانسک تا رهبری کاریزماتیک اتحادیه‌های کارگری لهستان مذاکره با دولت کمونیست وقت دریافت عنوان قهرمانی ملی و جایزه صلح نوبل پیش رفت. لخوالسا به دنبال روش‌های اقتدارگرایانه در دور دوم ریاست جمهوری شهرتش به شدت خدشه‌دار شد. اما آندرو وایدا، کارگردان لهستانی برنده اسکار، میگوید در صدد اعاده حیثیت از قهرمان ملی است. او میگوید فکر کردم تا کجا این اطلاعات غلط ادامه پیدا کند. یک تصویر نادرست از لخوالسا به عنوان کسی که مشکلات و شکست را نصیب ما کرد و کسی به خاطر نمی آورد که او آزادی را به کشور ما هدیه داد. در میان اختلاف نظر و مجادلات بر سر نقش والسا، وایدا میگوید برای نشان دادن چهره واقعی لخوالسا به دنیا و یادآور شدن نقش تاریخی او در سرنوشت کشور به مردم لهستان احساس وظیفه کرده. والسا فهمید که فقط همین کار از عهده ما برمی آید، فقط همین کار را می توانیم انجام دهیم و صمیمانه آن را انجام دادیم. می توانم بگویم مشکل ترین فیلمی بود که در همه عمرم ساختم، برای اینکه قهرمان هنوز زنده است و مسئولیت زیادی حس می کردم. دوستی آندرو وایدا با لخوالسا این شاعبه را دامن زده که آیا فیلم او میتواند بی‌طرفانه و عینی باشد؟ فیلمساز دهه 80 میلادی و در جریان اعتصابات کارگری با لخوالسا آشنا شد. او همچنان معتقد است والسا قهرمان زمانه ماست.